که ما از کجا بدونیم که آدمای اطرافمون واقعا قاتل یا نه؟ ما از کجا بدونیم تو ذهن آدمای اطراف ما چی داره میگذره؟ یک آقای جوان ایرانی که در یک ایالت نیوفاندلند کانادا زندگی میکرد به زندگی خودش پایان داد. چند روز قبلش خانم این آدم قتل رسیده. پادکست داشته که راجب مسائل جنایی صحبت میکرده، چقدر اطلاعات میداده، از قهرمان بودن آدمهایی صحبت میکرد که برای از بین بردن اشتباهاتشون خودکشی میکنن. سلام سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، همه چی رو به راه باشه. اومدم خیلی مختصر و مفید راجع به خبری که این چند روزه خیلی داغ شده توی کانادا صحبت کنم. روز 15 جولای 2024 یک آقای جوان ایرانی که در یک ایالت نیوفاندلند کانادا زندگی میکرد به زندگی خودش پایان داد. پلیس متوجه شد که چند روز قبلش خانم این آدم به قتل رسیده. عکسی از این آقا منتشر شد که توی سابوی یه چمدونی داره حمل میکنه که گفتن بدن خانمش توی این چمدون بوده. بعد شروع شد راجب این آدم بیشتر صحبت کردن که دانشجوی دکترا بوده، تو این ایالت داشته درس میخونده، خانمش چند ماه بوده که بهش ملحق شده بوده. بعد بحث رفت سر این که ای بابا، این آدم یه پادکست داشته که راجب مسائل جنایی صحبت میکرده، چقدر اطلاعات میداده، چقدر از زاویه دید قاتل صحبت میکرده. بعد میدونی چی از همه بیشتر جالب شد؟ اینی که من خیلی تصادفی کانکت شدم با دو نفر از نزدیکای این خانم هستن تو ایالت نیوفاندلند و هر جفتشون شوک و ترس عظیمشون رو از اینه که چقدر به این آدم ها نزدیک بودن، چقدر به این پسر نزدیک بودن، چقدر حرفای این پسر براشون جذاب بوده، وقتی پادکست ها رو گوش میدادن احساس میکردن توی دنیای واقعی دارن زندگی میکنن. این آدم ها اولین چیزی که به من گفتن اینه که ما از کجا بدونیم که آدم های اطرافمون واقعا قاتل یا نه؟ ما از کجا بدونیم تو ذهن آدمای اطراف ما چی داره میگذره؟ یه حالت تروماتایز شدنه، نه؟ حالا من چرا دارم راجبش الان امروز صحبت میکنم؟ تحقیقات پلیس که تموم نشده، اصلا معلوم نیست این آدم واقعا زنشو کشته نکشته، اصلا چرا خودشو کشته. ولی توی یکی از اپیزودهای پادکست که من خیلی تصادفی گوش دادم، از قهرمان بودن آدمهایی صحبت میکرد که برای از بین بردن اشتباهاتشون خودکشی میکنن. این بر من خیلی، و اون لحن صحبت این آدم هیچ جورایی بر من ترسناک بود. قهرمان و سامورایی بودن آدمهایی که وقتی که کار اشتباه میکنن به جای فیکس کردن اون کار اشتباه، به جای ترمیم، خودکشی میکنن. دوم، یاد اتفاقاتی افتادم که اخیراً همه دارن صحبت میکنن راجبه اینه که چقدر از آدمای اطرافمون بت میسازیم. وقتی یه چیزی بهمون میگن، همون هر چی میگن رو میبینیم و باور میکنیم و فکر نمیکنیم شاید یه نیمه‌ای وجود داشته باشه که من نمیبینم، این نمیگه، یه آدم کامل تو ذهن خودم نسازم. هان، این ویدیو یه ویدیو کوتاهه، من به مجرد تحقیقات پلیس کامل بشه میام و یه ویدیو کامل راجع به ماجرا بیشتر باهات صحبت میکنم. پس به قول اینجا، یا stay tuned.